بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. دوستان گرامی که لطف کردن سال نو به ما تبریک گفتن، یک جهان تشکر از شما. امیدوار هستم در سال جدید در کنار یک دیگر تمام وصله های ناجور و غلطی که به تمدن و فرهنگ ما تزریق شده را دور بریزیم و یک افکار تکانی نو بکنیم. دوستدار شما هستم. با سلام و درود، حتما همتون خانم مژگان عظیمی خواننده موفق افغان این روزهای موزیک فارسی رو میشناسید. امروز قصد دارم درباره اثر خانم مژگان عظیمی که این روزها غوغایی به پا کرده بیشتر باهاتون صحبت کنم. این ویدیو رو از دست ندید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس سی وی همراه باشید. خبرها حاکی از اینه که آهنگ آیه خانم مژگان عظیمی در صدر تاپ لیست های موزیک های ایران و افغانستان قرار گرفته. ترانه آیه با صدای خانم مژگان عظیمی، خواننده جوان افغان، تمام قله های ترقی رو طی کرده و تبدیل به ترانه صدرنشین تاپ لیست های ایران و افغانستان شده. جالبه بدونید که شعر این آهنگ زیبا از اسطوره شعر ایران فروغ فرخزاده و خالق اون شهرام فرشید آهنگساز تواناست. این موزیک ویدیو با هنرنمایی بازیگران حرفه‌ای افغان که در مجموعه هنری قلب آسیا فعالیت دارند به کمال خودش رسیده. نقش‌های کلیدی در ویدیو این ترانه رو ابراهیم حیدری، عاطفه حیدری و زهرا عظیمی اجرا کردند. ترانه آیه با صدای محصور کننده مژگان عظیمی فریاد درد زنان افغان و ایرانیه که اینک اینچنین رسا به گوش تمام جهانیان میرسه. گرتن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. تجربه نشان داده که علی‌رغم فعالیت‌های فراوان علیه تبعیض جنسیتی در افغانستان، قشر زن همچنان مورد اجحاف قرار می‌گیره. در ادامه مروری می‌کنیم به پرسش و پاسخ‌های خانم مژگان عظیمی با خبرگزاری بانوان افغانستان. از خانم عظیمی پرسیده شده که چی شده که باعث شده این خانم صدای خودش رو بلند کنه و آوازخوان بشه، و ایشون جواب داده اتفاقات خشن و غیر قابل توجیه نظیر بهره کشی، فروش دختران، ازدواج های زود هنگام، ممنوعیت تحصیل و حضور زنان بدون محارم در جامعه، ضرب و شد، آزار روحی، چند همسری مواردی هستن که باعث شد صدای خودم رو بلند کنم و علت این که این فریاد رو به شکل آواز و ترانه انجام دادم به این علت بود که جامعه ما کم کتاب میخوانن و موسیقی رو بیشتر گوش میدن. سوال بعدی این بوده که به جز موسیقی دیگه به چه زمینایی از هنر توجه میکنید و آیا علاقمند هستید که برای زنان بیشتر کار کنید یا خیر؟ و ایشون جواب داده به جز هنر موسیقی به هنر رسامی، نقاشی و سفالگری علاقمندی زیادی دارم و گاهگاهی با کلمات بازی میکنم تا از آنها شعری بسازم. و در ادامه گفتن که قبل از هر چیزی علاقمندم برای زنان کشورم از طریق هنر موسیقی بیشتر کار کنم و در مسئله خودباوری اجتماعی زنان سهمی داشته باشم. پرسیده شده که برنامه‌های آینده خانم مژگان عظیمی در دنیای موسیقی، و ایشون جواب داده تا جایی که بودجه من اجازه بده ترجیح میدم فقط به ساخت یک ویدیو کلیپ ساده و آری از هر گونه پیامی در آینده اکتفا نکنم و آثاری بیشتر با محتوا و درون‌مایه اجتماعی در دسترس ملت بزرگوارم قرار بدم. از خانم عظیمی پرسیده شده چه کسی حامی و پشتیبان مژگان در زندگی هنریشه، و ایشون پاسخ داده همان گونه که یگانه تکیه‌گاه و قهرمان زندگی یک دختر پدرشه، در زندگی من هم بیشترین سهم رو در تبدیل یک سری توانایی های بالقوه و بالفعل پدر گرامیم که استاد بزرگ من در تمام زندگیم بودن رو داشتن. و ایشون در آخرین کلام خودشون در این مصاحبه گفتن بیایید نگذاریم تبعیض جنسیتی که باعث قربانی شدن بخشی از نسل امروز ما شده به نسل بعدی ما به ارث برسه و این امر مهم در گرو آموزش شما مادران جامعه به فرزندانتان می باشد. به دخترانمان بیاموزیم که خوشبختیشان در گرو هیچ مردی نیست و قبل از هر چیز انسانی توانا هستند.
و به پسرانمان بیاموزیم برابری جنسیتی رو، یعنی زن رو انسان قلمداد کنن و نه بیشتر و نه کمتر. و در ادامه ما هم به نوبه خودمون از خانم مژگان عظیمی تشکر میکنیم و آرزوی موفقیت بیشتر برای این خواننده جوان رو خواستار هستیم. دوستان عزیز، این بار توی کامنت ها مخاطبتون خانم مژگان عظیمی باشه و برای او یک جمله بنویسید.